سلام 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 سلام، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. امروز میخوایم با هم دیگه یک مدل شامی رو آماده کنیم که میدونم اگر درست کنید عاشقش میشید. قبل از هر چیزی این نکته رو بهتون بگم، این تخته هم تکون خورد، این نکته رو بهتون بگم، چون میخوام پیازم رو رنده کنم از یک ساعت قبلش پیاز رو گذاشتم داخل یخچال تا هم چشمم نسوزه و هم اینکه تندی پیاز گرفته شه. خب بچه ها، من اینجا 450 گرم گوشت چرخ کرده گوساله دارم، چربی خیلی کمی بهش اضافه کردم و دوبارم دارم چرخ کردم، این رو بهش اضافه میکنم داخل ظرفم. این شامی که من میخوام آماده کنم ادویه خیلی خاصی نداره، یعنی میتونم بگم که فقط نمک و فلفل سیاهه. یک قاشق نمک رو من بهش اضافه میکنم به همراه فلفل سیاه تازه، یعنی اون طعم خوبش به خاطر فلفل سیاه تازه است. این دیگه اندازه نمک و فلفل کاملا دست خودتونه، سلیقه‌ایه. یه دونه پیاز درشت براش کافیه. سرش رو جدا میکنم، اما چون میخوام رنده کنم قسمت تهش رو میذارم بمونه، خیلی خوش دستره و کارتون رو راحت تر میکنه. پیازم رو آبش رو گرفتم کاملا، اگه میخواید شامی خوشمزه‌ای داشته باشید باید کاملا آبش رو بگیر. پیاز رو اضافه میکنم بهش، نوبت یه حبه سیر متوسطه، باید این رو هم رنده کنم. این هم از رنده ایم، طعم فوق‌العاده‌ای بهش میده، سیر تازه. بریم سراغ سبزی معطرم. خب میتونید از ترکیب جعفری، گشنیز و ریحون تازه استفاده کنید، به شرط اینکه تمامش آبش رو بکشید و اصطلاحا شامیتون آب نندازه. برگاشو جدا میکنم الان. اینم از سبزیم کاملا ساتوریش کردم، به گوشتم اضافهش میکنم. الان دیگه وقت ورز دادن گوشتمونه. هرچی بیشتر ورز بدید شامی بهتری. من گوشتم رو گذاشتم داخل یخچال تا استراحت کنه و این مواد به خورد همدیگه بره. تو این مدت بیکار نشینید، گوجهاتون رو رنده کنید برای سس شامی. گوجهمو رنده کردم، برنجم هم 3-4 ساعت خیس کردم. با هم بریم روی گاز تا ادامه‌ش رو ببینیم. به آب جوشم نمک اضافه میکنم، برنجی که از قبل خیس کردم و 10 دقیقه میخوردم. تهدی کاملا سلیقه‌ایه، من از سیب زمینی استفاده کردم، خیلی خوشمزه‌اش میکنه. این از برنجمون. بریم سراغ شامی. همین اندازه که میبینید درش بیارید، توی روغن هر طرفش 4 الی 5 دقیقه سرخ کنید، نمیخوایم مخلوط بشه. سسمونم درست کردنش خیلی ساده است. توی همون مایتابه گوجهتون رو تفت بدید، کمی آبش که کشیده شد ربع جعفری رو بهش اضافه کنید، فلفل سیاه و نمک و روغن زیتون. بعد شامی ها رو داخلش بذارید و بذارید کاملا بپزه. لیموی تازم خیلی سلیقه‌ایه ولی طعمش رو خوب میکنه. برنج ما هم دیگه آماده است، بریم برای برگردوندنش. این هم از این، یه دونه سیب زمینیش جا مونده. این هم از شامیمون که آماده شده. باور کنید ترکیبش با این تردیگه بی نظیره. بچه ها یه پیشنهادی بهتون بدم، اگه شامی کباب رو آماده کردین حتما یه سالاد شیرازی کوچولو کنارش بذارید، ترکیبش با هم دیگه خیلی خوشمزه میشه. خب بریم سراغش. البته اینقدر این غذا ظاهر زیباست واقعا من دلم نمیاد امتحانش کنم. جای همه تون سبز، یک کوچولو از این شامیه. این تریه نمیشه خراب نکرد، خیلی خوشگله، دیگه مجبوری دیگه. اینم از این، جای همه تون سبز. سبز اوه